در حاشیه خبر امشب گفتگوی ویژه داریم با فرستاده پیشین سازمان ملل متحد برای افغانستان آقای کای آیدی. Thank you sir for giving us this time. در گام نخست تشکر از این که این فرصت را در اختیار ما گذاشتید. می خواهم در ابتدا از نقش سازمان ملل متحد در افغانستان بپرسم. شما نقش سازمان ملل متحد در افغانستان را در 15 سال گذشته چگونه ارزیابی می کنید؟ این نهاد تا چه حد در روند ملت سازی در افغانستان موفق بوده است؟ من فکر میکنم سازمان ملل طی سالهایی که گذشت سهم خود را انجام داده است. اظهارات وجود دارد که گویا سازمان ملل میتوانست از این بیشتر انجام دهد. ما البته که کارهای زیاده را انجام دادیم. ما کمکهای زیاده کردیم. در زمان من سازمان ملل کمکهای زیاده را به پروسه انتخابات کرد. ما در بخش حکومتسازی از طریق سازمان ملل و سایر سازمانهای بشردوستانه هم به صورت تنهایی و هم مشترکاً با دونرهای دیگر همکاری زیاده را انجام دادیم. روی هم رفته همکاری‌های سازمان ملل بسیار با ارزش بوده است و من امیدوارم این همکاری‌ها به دیده قدر نگریسته شود. من تنها می‌توانم زمان را بررسی کنم که خودم مسئول بودم. من نمی‌دانم تمرکز و اولویت‌های امروزی دقیقاً روی کدام موضوعات است. شما از دستاوردهای ملل متحد در افغانستان سخن می‌گویید. اما بارها رهبران حکومت افغانستان به شمول حامد کرده رئیس جمهور پیشین و حالا هم اشرف غنی رئیس جمهور فعلی کشور انتقادهای تندی از کارکردهای سازمان ملل متحد در افغانستان دارد. پس پاسخ شما به این انتقادها چیست؟ خب من دیگر در سازمان ملل مسئولیت ندارم. از این رو نمیتوانم از نشانی سازمان ملل پاسخ دهم. اما میتوانم بگویم که ما بهتر از این انجام دادم میتوانیم. ما میتوانیم اشخاص شایسته تر داشته باشیم. ما میتوانیم روی کارمان بیشتر تمرکز کنیم. اما در وضعیت که افغانستان تا یک دهه و یا بیشتر از آن قرار داشته کار کردن البته که دشوار است. دستیابی به منابعی که میخواهید دشوار است. اما باید بگویم که در اینجا تمایل جهت ملامت کردن یکدیگر وجود دارد. بعضی ها سازمان ملل را ملامت می کنند و برخی دیگر کشورهای کمک کننده را. جامعه جهانی البته که می توانست از این بهتر سازمان یافته و هماهنگ باشد. من امیدوارم درسی را که از افغانستان آموخته شده است در جای دیگر استفاده شود. این که ما می توانیم در دیگر کشورهای درگیر جنگ هماهنگی بهتر کنیم. آیا من مطمئنم که ما آموخته ایم؟ صادقانه باید بگویم که مطمئن نیستم. من مطمئن نیستم که ما به اندازه کافی ظرفیت این را داشته ایم که از تجربه های گذشته ایمان آموخته باشیم. به جای این تمایل وجود دارد که عین اشتباهات تکرار شود. این تنها مربوط به سازمان ملل نمی شود. این به کشورهای کمک کننده برمی گردد. زمانی که موضوع کار نکردن به شکلی که انتظار می رود مطرح می شود، کشورهای کمک کننده بزرگ مطمئنند که نقش بزرگتری دارند. از طرف دیگر مسئولیت به حکومت افغانستان برمی گردد. آیا آنها به اندازه کافی هماهنگ بودند؟ آیا آنها به اندازه کافی آماده بودند؟ آیا ما توانستیم روی مواردی که باید روی آن کار میکردیم ارتباط برقرار کنیم؟ من چنین فکر نمیکنم. اما باز هم این یک چیز خارق‌العاده نیست. چنین چیزی را میتوانید در سایر کشورهای درگیر جنگ که در آن جامعه جهانی دخیل است مشاهده کنید. مخصوصا در جایی که منابع چه از لحاظ مالی، پرسنل، نظامی و غیره مانند افغانستان. Afghanistan 2009 elections, sir, as you are working. انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 میلادی در افغانستان که آن زمان شما به عنوان نماینده ملل متحد در افغانستان کار هم می کردید نیز با جنجال های همراه بود و در آن زمان آقای کرزی ادعا کرد که آمریکایی ها می خواست مدل حکومت کنونی وحدت ملی را در افغانستان عملی کند. آیا این ادعا حقیقت دارد؟ من تنها می خواهم بگویم که ما توانستیم از یک پروسه انتخابات بسیار دشوار از راه های مختلف به بهترین شکل ممکن بدر بیاییم و من افتخار می کنم ما نتیجه را داشتیم که عادلانه بود. ما چیز را نداشتیم که وضعیت را بی‌ثبات کند و این بسیار مهم بود. ما انتخابات را به گونه خوب مدیریت کردیم. موضوع حکومت وحدت ملی در آن زمان اصلا مطرح نبود. این یک سوال کاملا تئوریکی است. وقتی من به گذشته می نگرم افتخار
افتخار می کنم که چنین انتخابات را مدیریت کردیم. وقتی موضوع مشکلات مطرح می شود، بله، دشواری های زیادی در رابطه با سازماندهی آن وجود داشت، اما سرانجام ما کارها را به صورت بهتر انجام دادیم. بگذارید بگویم، چنان که می دانید من هم با جامعه جهانی در این مورد مشکل داشتم، اما با نگرش به گذشته باید بگویم که من حاضرم انتقادها را در مورد بسیار از کارهایی که در زندگیم انجام دادم بپذیرم، اما نه در این مورد. در این مورد نه سازمان ملل و من شخصا نهایت کوشش من را در آن زمان کردم. پس از جنجال های انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 میلادی، چرا معاون شما پیتر گالبرید از مقامش استفاده داد؟ آقای گالبرید پس از کنارگیری از مقامش شما را به چشم پوشی از تقلب های گسترده در انتخابات سال 2009 متهم نمود؟ من حتی نمیخواهم با او صحبت کنم. آن یک بحث جزئی در تاریخ سازمان ملل است. او یک فرد مهم یا مؤثر در دوران انتخابات افغانستان نبود. او فقط 16 روز در افغانستان بود. من نمیدانم مردم چرا در مورد او صحبت میکنند. من در جدی بودن او مترددم. او مسئولانه رفتار نمیکرد. همه به شمول هلری کلینتون شاهدان بودند که گفت من در آن دخیل نیستم. چیزی که او انجام میدهد به من مربوط نمیشود و من احساس کردم که پشتیبانی سطح بالای حکومت افغانستان را دارم و من در مورد آن دیگر فکر نمی کنم. پس چرا حامد کرزی در برابر نهادهای ملل متحد به ویژه دفتر انکشافی ملل متحد حساس شده بود؟ تا جایی که آقای کرزی بر عضویت کمیشنران سازمان ملل متحد در کمیسیون شکایت انتخاباتی مخالفت کرد. چرا ما باید وقتمان را روی چیزی که در انتخابات سال 2009 اتفاق افتاده صرف کنیم؟ انتخاباتی که از آن 7-8 سال گذشت. رئیس جمهور کرزی ممکن اظهارات در آن زمان بیان داشته است. من فکر نمی کنم این دیگر مهم باشد. این بخش از مبارزه سیاسی در آن زمان بود، اما این مربوط به گذشته می باشد. حالا هم حکومت وحدت ملی انتقادهای تندی از کارکردهای سازمان ملل متحد در افغانستان دارد و حالا هم رئیس جمهور غنی چندین بار انتقادهای حامد کرزی را توجیه کرده است. آقای غنی در چندین برنامه اعلام کرد که ملل متحد کارهای زیربنایی برای انتخابات افغانستان ایجاد نکرده است. دلیل این انتقادها چیست؟ But you don't expect me to now comment on the details of an upcoming election. اما از من توقع نداشته باشید که در مورد جزئیات انتخابات آینده ابراز نظر کنم. من دیگر در حکومت نیستم. من دیگر در افغانستان نیستم. من دیگر جزئیات سیاست افغانستان را دنبال نمی کنم. تنها می خواهم بگویم که سازماندهی انتخابات در هر کجایی که باشد یک کار بزرگ و پیچیده و سازماندهی انتخابات در افغانستان نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر بسیار بسیار پیچیده است. پس البته که مشکلات به وجود می آید، از قبیل مشکلات تکنیکی، مشکلات سیاسی، مشکلات امنیتی. آنها در 2009 سخت کوشیدند و حالا سخت‌تر می کوشند و البته این مهم است که این مشکلات به گونه ای حل شود که وقت مردم رأی می دهند فکر کنند که این بهترین انتخابات بود که ما آن را سازماندهی کردیم و این که آنها به عادلانه و شفاف بودن نتیجه باور دارند. در برای گفتگوهای صلح می خواهم بدانیم کارزیابی های شما از این گفتگوها چیست؟ به نظر شما گفتگوهای صلح چه دستاوردهای عملی تا حال داشته است؟ When you say that a peace process has been going on for 10 years, وقتی که شما میگویید پروسه سال از 10 سال بدین سوجریان دارد، من موافق نیستم. تلاش های جهت آغاز پروسه سال وجود داشته. در این مسیر توقف و ادامه وجود داشته. به نظر من یک تلاش پایدار برای پیشبرد یک پروسه سال قابل اعتماد وجود نداشته. تعهد برای سال برخی اوقات بسیار قوی بوده است و برخی اوقات آنقدر قوی نبوده و این راه نیست که با آن برخورد شود.
در این راستا باید اراده محکمی وجود داشته باشد و باید یک توافق وجود داشته باشد و چنان که به جلو می رویم ما باید این را یک اولویت بدانیم. من به دستیابی به سال امیدوارم، اما هنوز فکر می کنم چون این یک تعهد وجود ندارد. ببینید در کولومبیا چی می گذرد. آنها جنگ داخلی را 50 سال تجربه کردند. پس از آن حکومت و فارک تصمیم گرفتند که دور میز مذاکره بنشینند و آنها دور میز مذاکره ماندند که به این معنا بود که حکومت به نحو به جنگ مشروعیت بخشید. اما آنها درک کردند که آن خطر بود که ارزش پذیرفتنش را داشت، در صورتی که تنها راه بود که می توان وارد یک روند صلح شد. من امیدوارم که می توانیم بیاموزیم، هرچند پروسه های صلح متفاوت است، اما گمان می برم امکان این وجود دارد که از چیزی که در کولومبیا اتفاق افتاد بیاموزیم و اراده طرف های درگیر را ببینیم. حکومت و فارک در کولومبیا، حکومت و طالبان در اینجا. ما در کولومبیا دیدیم که چگونه حکومت و فارک تصمیم گرفتند که دور میز مذاکره بنشینند و در آن بمانند. این راه بود که آنها پیش گرفتند. من فکر می کنم که ما باید از تجربه آنها بیاموزیم. حکومت و طالبان باید اراده نشستن دور میز را داشته باشند تا صلح را جستجو کنند و برای تحقق آن پروسه بدون شک باید تحت مالکیت افغان ها باشد. در کولومبیا تسهیل کنندگان بین المللی وجود داشتند که نقش مادر را ایفا می کردند، اما علی‌رغم آن در نقش آنها زمان مشکلات به وجود می آمد و پروسه نزدیک به متوقف شدن می شد. مهم بود آنها در برداشتن موانع و پیش بردن پروسه کمک می کردند. من فکر می کنم این می تواند یک درس برای کشورهای دیگر درگیر جنگ باشد. اما وضعیت افغانستان با کولومبیا تفاوت‌های زیادی دارد. در کولومبیا فقط دو طرف پس از مناقشه به یک تفاهم سیاسی دست یافتند. اما اینجا در افغانستان وضعیت فرق می‌کند. خودتان هم می‌دانید که حکومت افغانستان همواره اعلام کرده که در گفتگوهای صلح برای مخالفان مسلح باز است. اما این طالبان اند که همواره این خواست کابل را رد کرده و تاکید دارند که پیش از آغاز گفتمان صلح باید تمام شرط های این گروه پذیرفته شود، چیزی که برای حکومت افغانستان قابل قبول نیست. و کابل تاکید دارد که هر تفاهمی باید در چهارچوب قانون اساسی افغانستان صورت گیرد. پس با این وضعیت چگونه میگویید که صلح در افغانستان امکان پذیر است؟ من با شما موافق نیستم. یک نوع سیگنال است که در ملای عام داده می شود و نوع دیگر به دور از انظار عام. من فکر می کنم وارد یک پروسه صلح شدن ممکن بود و هنوز فکر می کنم ممکن است. اما سوال اینجاست که چگونه آن را به پیش می بریم؟ بله، من موافق هستم که پروسه ها در کولومبیا و افغانستان از هم متفاوتند. اما من به این باور نیز هستم که اینجا در افغانستان پتانسیل برای نشستن طرف ها وجود دارد. اما این باید طور پیگیری شود که از انظار عام دور باشد. من به وضعیت باور ندارم که هر قدمی که گذاشته می شود باید اعلان شود. من به وضعیت باور ندارم که هر قدمی را که می گذارید و یا هر نشست را که برنامه ریزی می کنید از طریق رسانه ها باید گزارش داده شود. من مزدت می خواهم که این را به شما که یک خبرنگار هستید می گوید. اما من فکر نمی کنم این یک کار هوشیارانه باشد. شما باید برای یک پروسه که زمانگیر است آماده باشید و این باید به گونه محرم انجام شود. That in itself takes time and it has to happen in a confidential way, you know. When you was as US special envoy in Afghanistan in 2009, زمانی که شما نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان بودید، چندین نشست گفتگوهای صلح در بیرون از افغانستان به ویژه در دبی برگزار شده بود. آیا شما شخصا در این نشست‌ها حضور داشتید؟ Of course we had meetings. البته که ما نشست های داشتیم، اما نه زیاد. نشست های مقدماتی تا ببینیم راه وجود دارد تا یک پروسه صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را ایجاد کرد. نه میان سازمان ملل و طالبان، نه میان یک کشور دیگر و طالبان، بلکه میان حکومت افغانستان و طالبان. و من میدانم که نشست های زیاد پس از آن برگزار شد. من شخصا در چنین نشست ها که آخرین آن در 2015 بود شرکت کردم. من هنوز مطمئن هستم که این ممکن است. آسان نیست. موانع وجود داشت، چنان که قبلا گفتم توقف و ادامه وجود خواهد داشت، اما باید صبر و تعهد داشته باشید و من فکر می کنم در اینجا ممکن است و باید ممکن باشد. هیچ کس به این باور نیست که این جنگ راه حل نظامی دارد. هیچ کس به این باور نیست. پس شما باید جزء دیگر را دریابید. دو رکن باید وجود داشته باشد. شما باید متوجه امنیتتان باشید، اما همزمان باید به این نتیجه برسید که هیچ کس بر
راه حل نظامی باور ندارد. از این رو راه حل سیاسی مهم است و این به این معناست که به یک پروسه سیاسی ضرورت است. اما شما باید آن را ایجاد کنید. این پروسه به خودی خود ایجاد نمی شود. As you mentioned that I have personally attended شما گفتید که شخصا در چندین نشست صلح شرکت داشتید، اما گفته می شود که در جریان این نشست ها شما ملا عبدالغنی برادر که فعلا در پاکستان زندانی است نیز ملاقات کرده اید. آیا این گزارش ها حقیقت دارد؟ نه، من هرگز چنین نگفتم. چون این چیز گزارش داده شده است، اما واقعیت ندارد. من به این باورم که او همانند سایر فرماندهان برجسته طالبان طرفدار پروسه صلح بود. پس از بازداشت ملا برادر در پاکستان، شما گفته بودید که پاکستان یک بازیگر بد در گفتگوهای صلح در افغانستان است. آیا هنوز هم به این باور هستید؟ من فکر نمی کنم قرار دادن او در قید خانگی یک اقدام هوشیارانه بود. آن اقدامی بود که پروسه بالقوه صلح را برهم زد. به نظر من کشتن ملا منصور نیز یک اقدام هوشیارانه در این کشور نبود. اقدامی بود که نتیجه معکوس به پا آورد. در صورتی که شما صلح می خواهید، پس نباید کار را انجام دهید که پروسه صلح را تخریب کند. زمانی که شما می گویید پروسه صلح از چندین سال بدین سو جریان داشته است، نه خیر نداشته است و کارهایی که از طرف پاکستان و امریکا صورت گرفت، از جمله کشتن ملا منصور، پروسه بالقوه صلح را تخریب کرد. By killing Mullah Mansur, that damaged the potential of a process. اما اینجا در افغانستان، چی در حکومت گذشته و چی حالا به شمول رئیس جمهور غنی، به این باورند که بدون همکاری صادقانه پاکستان صلح در افغانستان ناممکن است. حالا آقای غنی تاکید بر گفتگوهای دولت با دولت پاکستان دارد. آیا فکر میکنید این یک باور درست است؟ خب، به نظر من دخیل بودن پاکستان در پروسه صلح مهم است. منظورم از این چیست؟ منظورم این است که پاکستان اجازه نخواهد داشت که مخرب پروسه صلح باشد. این واضح است. زمانی که برخی ها میگویند پاکستان باید طالبان را تسلیم کند، به نظرم این یک نوع ادبیات تأسف آور است. با این طریق شما پیام را به طالبان میدهید که بسیار بدفرجام است. به هر حال فکر نمی کنم حکومت پاکستان بتواند طالبان را به گونه‌ای که برخی ها می خواهند تسلیم کند. طالبان باید خودشان تصمیم بگیرند تا دور میز مذاکره حاضر شوند. این یک امر مهم است و در قدم دوم مهم است که پاکستان به تخریب نکردن پروسه صلح متعهد باشد. گفتگوها باید میان حکومت افغانستان و طالبان باشد. پس آیا شما باور دارید که بدون همکاری پاکستان صلح در افغانستان امکان پذیر نیست؟ در سالهای اخیر دیده می شود که پای سازمان ملل از گفتگوهای صلح افغانستان بیرون کشیده شده است. مثلا نمایندگان سازمان ملل در گفتگوهای چهار جانبه شرکت نداشتند و حالا هم در نشست عمان که قرار است هفته آینده برگزار شود، نمایندگان سازمان ملل متحد حضور ندارد. پس دلیل در چیست؟ من نمیتوانم در این مورد ابراز نظر کنم. من از پروسه به اندازه آگاه نیستم که بتوانم در مورد آن نظریه را ارائه کنم. درباره گفتگوهای سال که قرار است در عمان برگزار شود، چقدر خوشبین هستید؟ من نمیتوانم خوشبین باشم و هم نمیتوانم بدبین باشم. اما به نظر من چیزی که نیاز است این است که امیدمان را برای اینکه پروسه موفق میشود حفظ کنیم و اینکه ما به یک پروسه پایدار متعهد هستیم، ایجاد چنین پروسه و آغاز آن زمان میخواهد. شما باید متعهد به یک پروسه دراز مدت باشید. درباره انتخابات پرسش‌های زیادی به ویژه از سوی حلقات سیاسی در افغانستان وجود دارد که چرا انتخابات سال 2014 در افغانستان جنجالی شد. تا جایی که نزدیک بود این انتخابات افغانستان را به سوی یک جنگ داخلی سوق دهد. از نظر شما مشکلات اساسی در چی بود؟ ضعف رهبری کمیسیون،
یا تقلب‌های گسترده انتخاباتی. من در مورد انتخابات سال 2009 آگاهی دارم و در مورد جزئیات آن می توانم ابراز نظر کنم. وقت موضوع انتخابات سال 2014 مطرح می شود، من در آن زمان اینجا نبودم. من از راه دور و از یک موقف دیگر آن را دنبال می کردم. به نظر شما می دانید که برای این که بتوانید در مورد انتخابات افغانستان هوشمندانه ابراز نظر کنید، باید شما اینجا باشید و آن را دنبال کنید. من اینجا نبودم. من همچنان نمیخواهم در مورد این که در انتخابات 2019 چه اتفاق میافتد و یا این که چه آمادگی ها گرفته می شود وارد بحث شوم. درباره موفق بودن راهبرد فعلی آمریکا برای افغانستان چی نظر دارید؟ آیا این راهبرد می تواند بنبست فعلی جنگ در افغانستان را بشکند؟ چون همین حالا هم واشنگتن و هم کشورهای ائتلاف نظامی به فشارهای نظامی بیشتر بر طالبان تاکید دارند. این بستگی دارد به این که چگونه عملی می شود. افزایش اندک شمار نیروها یک امر ناگزیر و درست بود. فکر می کنم آن تصمیم بجا بود. نیروهای افغان را در بخشای از قبیل آموزش کمک می کند. آن یک تصمیم مهم بود. برای مردم افغانستان نیز آن تصمیم نشان دهنده این بود که جامعه جهانی افغانستان را تنها نمی گذارد، بلکه در کنارشان در ساختن یک آینده مرفه و صلح‌آمیز به گونه استوار ایستاده است. از این لحاظ آن یک تصمیم بجا بود. اما این یک جزء مسئله است. جزء دیگر راه حل سیاسی است و من امیدوارم می توانیم آن را راه اندازی کنیم. به نظرم یک جزء راهبردی روی گزینه نظامی بیشتر استوار است و تمرکز بر امنیت بهتر دارد. نظامی ساختن جنگ نتیجه نمی دهد. شما باید هر دو کار را همزمان انجام بدهید و من مطمئن هستم این نتیجه خواهد داد. You have to be able to do two things at the same time, and then I hope you will see results. پس از خروج نیروهای ناتو در سال 2014 میلادی در افغانستان، طالبان فرصت این را یافتند تا از ایجاد انخلای امنیتی خودشان را دوباره تقویت کرده و دست به حملات تهاجمی بزنند. و حالا هم بر اساس گزارش‌ها این گروه در 40% خاک افغانستان حضور فعال دارند. آیا فکر نمی کنید که سرکوب بیشتر طالبان در میدان‌های نبرد این گروه را به میز مذاکره وادار می کند؟ چون این چیز را من خودم میگویم، شما از یک طرف گزینه نظامی دارید و از طرف دیگر گزینه سیاسی. شما نمیتوانید تنها به نظامی ساختن بیشتر تلاش های بین المللی و افغانستان اتکا کنید. شما باید متکی بر راهبرد باشید که دارای چنین جزء میباشد. این راهبرد گونه نباشد که یک جزء عمده باشد و جزء دیگر فرعی. تمام اجزا باید از نظر اهمیت با هم مساوی باشند. به نظرم تا هنوز چنین چیز وجود داشته است. تمرکز بیشتر روی جزء نظامی بوده است. به نظرم بازنگری و تنظیم رابطه بین اجرای سیاسی و نظامی بهترین راه حل بحران است. باید بگویم که جزء دیگر نیز در راهبرد امریکا وجود دارد که به باور من عایز اهمیت است. زمانی که رئیس جمهور ما شمار نیروها را از افغانستان افزایش داد، او مهلت زمانی را نیز مشخص کرد و ما او را از این که هوشدار دادیم آن یک راهبرد مبتنی بر ضرب الاجل بود، نه یک راهبرد مبتنی بر شرایط. حالا شما از آن مرحله عبور کرده اید. ضرب الاجل وجود ندارد. موضوعی که مطرح می شود این است که چه چیز به بهتر شدن اوضاع کمک می کند. اوضاع چگونه به نظر می رسد و چگونه می توان آن را ارزیابی کرد؟ به نظرم این انتهای راه درست برخورد با بحران است. و به عنوان آخرین پرسش این که شما به عنوان کسی که چندین سال در افغانستان کار کردین و اوضاع در این کشور را نیز زیر نظر دارید، به نظر شما بزرگترین چالش ها در برابر حکومت افغانستان چیست؟ There are twofold, I believe, there are many problems.
مشکلات زیاد وجود دارد، از آن جمله امنیت. با آمدنم پس از 4 سال به کابل حیران شدم که من کجا هستم. موانع کانکریتی به اندازه بلند شده است که نمی توانید ساختمان های آن سوی موانع را ببینید. روز به کوچه مرغ فروشی رفتم، با بعضی از دکانداران صحبت کردم، اما من تنها خارجی در آنجا بودم. این به این معناست که کاروبار کم است و دلیل آن ناامنی است. از این رو لازم است تا امنیت بهتر شود. در عین زمان تلاش ها در راستای اصلاحات وجود داشته باشد. فکر می کنم چنین تلاش های جریان دارد. در روزهای گذشته در مورد برنامه اصلاحات رئیس جمهور غنی و پیشرفت در آن گفتگوهای داشتم، مخصوصا با نادر نادری که یک دوست خوب من است. کار پرارزش است، کار خیلی مهم است. این کار باید چندین سال قبل انجام می شد. در صورتی که این کار در گذشته انجام می شد و به امروز به تعویق نمی افتاد، این کشور در یک وضعیت بهتر از وضعیت کنونی قرار می داشت. من برای حکومت در مورد برنامه اصلاحاتش آرزوی موفقیت می کنم. این بود برنامه حاشیه خبر امشب. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.